برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و سلام بر بینندگان و شنوندگان 57مین پادکست سکولار دموکرات های ایران. بیژن آتشین جان هستم و این پادکست رو از جانب حزب سکولار دموکرات ایرانیان تقدیم حضورتون میکنم. از نظر حزب ما و به خصوص با سخنان شاهزاده رضا پهلوی در مورد نهاد پادشاهی موروثی، از فروردین امسال روند مبارزه با حکومت اسلامی وارد مرحله ای شده که ما در حزبمون به این مرحله میگیم روزگار آلترناتیو. یعنی ما در 40 سال گذشته از چند دوران گذر کردیم. از دورانهای افشاگری و شروع نارضایتی هایی که دیگه نمیشد به بهانه جنگ منکرشون شد و بعد از اون از دوران اصلاح طلبی که در جنبش سبز به پایان رسید و از دوران گفتمان سازی که به پذیرفته شدن گفتمان سکولار دموکراسی از جانب همه نیروهای مخالف حکومت اسلامی انجامیده. از همه اینا گذشتیم و وارد یه دورانی شدیم که در اون این گفتمان باید زمینه رو برای ایجاد یه آلترناتیو سکولار دموکرات فراهم کنه. آلترناتیوی که مناسب جانشینی حکومت اسلامی باشه. در یه شنبه‌ای که گذشت مهستان جنبش سکولار دموکراسی میزبان آقای مراد ویسی بود. آقای ویسی تمام دورانهایی رو که برشمردیم فعالانه از سر گذرونده و حالا به راهیان آلترناتیو سازی پیوسته و به کوچه پس کوچه های این برنامه فکر میکنه. برای پادکست امروز تکه 7 دقیقه‌ای از برنامه 3 ساعته مهستان رو انتخاب کردیم که با نظر و پرسش یکی از هموندان حزبمون آقای عباس دانشور شروع میشه و آقای ویسی در پاسخ به یه جمع‌بندی در مورد آلترناتیو سازی میپردازه. پس از این 7 دقیقه هم طبق معمول به اتاق بحث حزبمون میریم. با ما همراه باشید. جناب دانشور، آقای عباس دانشور بفرمایید. ممنونم از شما جناب عبتهی. جناب ویسی، من با نظر شما کاملا موافقم، به خصوص آنچه که راجع به دولت موقت گفتین و خیلی خوشحالم که شما به هر حال این قضیه رو تو کلاب هاست هم مطرح کرده بودید که خیلی کم از تریبونه های دیگه من شنیدم و ضرورت این دولت موقت چقدر مهمه. به نظر منم اینه که این الان ضرورتش خیلی لازمه، بخصوص با توجه به این که اطلاعات دقیقی که شما از اوضاع فعلی جامعه ایران دادید، این که اعتماد مردم به یک رهبری و ایجاد اون دولت موقت و بخصوص تأکید جالبی که شما کردین به 1 سال بودن یا کوتاه بودن این دولت موقت، نه اینکه یه دولتی بیاد به نام موقت مثل بعضی از کشورهای خاورمیانه و دائم بماند و دوباره همون آشام کاسته بشه. این یه موضوع بود که خیلی جالب بود به نظر من. و موضوعی که من می‌خواستم اشاره کنم این که اتحادی در این دولت موقت اگر بر اساس ایدئولوژیک باشه نمیتونه، چون هر کدوم از احزاب حتی اگر منتخب باشن و در این زیر یک رهبری مورد اعتماد هم در دولت موقت شرکت داشته باشن، هر حزبی یک برنامه اقتصادی اجتماعی یا سیاسی و عمرانی برای خودش داره و اینا در تناقض قرار میگیرن. بنابراین خب وظیفه اینا میتواند همونطور شما گفتین امنیت ملی، ادامه بروکراسی و آماده کردن محیط آزاد برای آزادی های فردی و اجتماعی خواهد بود. بنابراین کوتاه بودن این قضیه خیلی مهمه. اگر هرچی زودتر تعیین بشه، چون رهبر مورد اعتماد هست، ولی به هر حال اگر این دولت موقت همین الان که حتی دیر هم شاید شده باشه
ایجاد بشه و وزیر امور خارجه موقتش هم برای شناسوندن به اصطلاح آماده کردن این دوره موقت شروع کنه به مذاکره کردن به مجامع بین المللی، به نظر من از ضروریات خیلی مهم میباشد. خیلی ممنون. کاملا با فرمایش شما موافقم. خیلی نکات دقیقی توش بود، از جمله اینی که شاید همین الان هم دیر شده باشه. واقعیت اینه که این رهبری جنبش گذار مربوط به روز گذار نیست، اونجا دیگه خیلی دیره، خیلی خیلی دیره و اصلا امکان تحقق نداره در اون فضایی که اون لحظه اتفاق میفته، فضای هیجانی، فضای خبر پشت خبر، کاملا تحولات لحظه‌ای عوض خواهد. الان وقتشه و به قول شما شاید حتی دیرم شده باشه. منم موافقم که باید تا اونجایی که ممکنه بروکراتیک باشه، ولی از واقعیت امر و واقعیت موجود در جامعه نمیشه فرار کرد. به هر حال اگر هم بروکراتیک باشه، حاصل یک توافق سیاسیه، یعنی جریان‌های سیاسی و افراد سیاسی مورد اعتماد مردم باید اون دولت بروکراتیک رو شکل بدن. به هر حال یک رهبری جمعی سیاسی بالای سر اون هست، چون اونها توافق میکنن که این بروکراتیک، هیئت اداره کننده بروکراتیک به شکل وجود بیاد و کار کنه. چون اصلا شکل گیری یک اداره بروکراتیک برای اداره جمهوری اسلامی، برای اداره کشور بعد از جمهوری اسلامی، محصول یک توافق سیاسی، خودش به خودی خود قدرتی نخواهد داشت که بروکرات ها بخوان چیز کنن. این واقعیت رو باید ببینیم که این محصول توافق سیاسیه. ولی یه چیز رو هم میخوام بهتون بگم، من اخیراً این بحثی رو در کلاب هاوس مطرح دارم میکنم، بازخوانی جریان شناسی اپوزیسیون. اپوزیسیون معنیش الزاماً اپوزیسیون کلاسیک سنتی نیست، چون در اپوزیسیون کلاسیک سنتی ما گروه های مختلفی داریم. گروه هایی داریم که فقط یک فردن، سه چهار نفرن، سالهای سال دیگه کسی ازشون هیچ تحرکی ندیده، حتی نسبت به تحولات ایران هیچ واکنشی نشون نمیدن. بحثاشون بحثای 40-50 سال پیش ایرانه، در تاریخ موندن، ولی بخشی از اپوزیسیون فعاله، با هم میشینن بحث میکنن، جمعی نظر میدن رو موضوعات کلیدی، با هم بحث میکنن. مثل همین مهستان شما، موضوع براشون جدیه، راجب روز دارن صحبت میکنن، ضمن اینکه تاریخ رو هم دیدن ولی راجب روز دارن صحبت میکنن. و این اپوزیسیون بخشیش داخل، بخشیش خارجه. این هم یکی دیگه از ویژگی هاشه، یعنی ما فقط منظور اپوزیسیون خارج از کشور نیست، کسانی در ایران برای عبور از جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن، افراد شناخته شده ای هستن و دارن هزینه میدن و مردم بهشون اعتماد دارن. ترکیبی از اونها و افراد خارج از کشور خواهد بود. نکته دیگه اینه که اپوزیسیونی که رهبری جنبش گذار است جمهوری اسلامی، الزاماً ائتلاف تشکل‌ها نیست. ائتلاف تشکل‌ها و افراد میتونه باشه. مثال عرض میکنم، مثلا یک کسی مثل خانم علی نژاد الان بالاخره نفوذ داره در ایران بین مردم، حزب نیست ولی مرجعیتش کمایی که ممکنه بعضی موقع از یه حزبی، از بعضی از احزاب بیشتر باشه. اون رهبری جنبش گذار میتونه ترکیبی از تشکل‌ها و افراد باشه. این هست. اون نکته بروکراتیک بودنش هم که شما فهمیدید. یه نکته دیگه که میتونم اضافه بکنم اینه که الزاماً ما ذهنمون درگیر تجربه شورای انقلاب 57ه، ولی نباید در اون بمونیم، حواسمون باشه. ما موقع بس شورای انقلاب میکنیم، ناگزیر شورای انقلاب 57 تو ذهنمون میاد، ولی باید حواسمون باشه ما داریم راجع به یک جامعه صحبت میکنیم که 40 سال بعد از اون واقع است. ما داریم راجع به گذاری صحبت میکنیم که متفاوت از اون گذاره. ما داریم راجع به گذاری صحبت میکنیم که اصولا هدفش از اون با هدف 57 متفاوته. ما داریم راجع به گذاری صحبت میکنیم که تجربه های تلخ شورای انقلاب 57 رو دیدیم. پس چه بهتر نکات منفیش رو بریم ببینیم، بذاریم کنار، نکات مثبتش رو بگیریم و بعد بیاریم در ظرف زمانی خودمون در 1400 نگاش کنیم،
جامعه ما چجور جامعه‌ایه، جامعه بین‌الملل چجور جامعه‌ایه، اپوزیسیون ما در داخل و خارج از کشور کیا هستن، با چه ویژگی‌ها، کارکردهایی که مورد انتظار از این اپوزیسیون چیان، و بر اساس اون بشینیم فکری کنیم برای این رهبری گذار به دموکراسی و این تفاوت‌ها رو قائل باشیم. من در خدمت. خانم سارا فرزاد بفهمید، زمان در اختیار شماست. بله، من در رابطه با این بخش از پاسخی که آقای ویسی به دوست عزیزمون آقای عباس دانشور از اعضای حزب سکولار دموکرات ایرانیان که سوال بسیار دقیق و خوبی هم پرسیدند بخوام اشاره بکنم، باید بگم که در صحبت‌های آقای مراد ویسی 3 یا 4 نکته برای من حائز اهمیت و توجه بود در پاسخ به این سوال. در ابتدا باید بگم که ایشون در پاسخی که دادن اشاره به این نکته کردند که من تیتروار بگم، اینکه در صورتی که در بعد از گذار ما یک آلترناتیو یا یک شورای رهبری کارکردی نداشته باشیم، این امکان ممکنه وجود داشته باشه که جریان‌های ناسالم اپوزیسیون از اون زمان شلوغ پر از خبر و پر از هیاهو و پر از تنش بعد از گذار سوء استفاده بکنن و در اون خلأ خودشون رو آلترناتیو جا بزنن، که تأکید بر وجود آلترناتیو و شورای رهبری کارکردی رو ضرورت دونستن که بتونه گذار رو هم با در واقع یک شرایط منطقی و دموکراتیک و خشونت پرهیزی هدایت بکنه. مطلب بعدی ایشون به یه بازخوانی جریان اپوزیسیون اشاره کردن و تأکید داشتن که اپوزیسیون کلاسیک سنتی که دیگه مال زمانی بود که خودش الان میتونه مال 40 سال قبل برگرده، خیلی پاسخگوی نیاز فعلی نمیتونه باشه. امروز ما به اپوزیسیون‌های فعالی نیاز داریم که برنامه داشته باشن، تشکیلاتی داشته باشن و برنامه‌های به روز در موضوع‌های روز جامعه، یعنی همراه با موضوع‌های سیاست روز ایران حرکت بکنن، بتونن بحث کنن، موضع‌گیری کنن. ما این اپوزیسیون‌های فعال رو می‌خوایم که لطف داشتن اشاره کردن به مهستان و حزب سکولار دموکرات ایرانیان البته در طی صحبت‌هاشون، و به نوعی اشاره بر این داشتن که اپوزیسیون می‌تونه اپوزیسیون داخل و خارج باشه، اپوزیسیون‌های داخلی می‌تونن در ارتباط با اپوزیسیون خارجی در نهایت یک ارتباطی رو داشته باشن برای این گذار. البته من فکر میکنم ایشون در 3 مرحله شورای رهبری کارکردی رو مد نظر قرار دادن، قبل از گذار، حین گذار و در واقع بعد از گذار، که اشاره داشتن که این اپوزیسیون داخلی و رهبری های میانی داخلی هم باید با هم در ارتباط باشن. البته در صحبت‌هاشون ایشون اشاره داشتن که اپوزیسیون لزوماً نباید یک تشکل‌های تعریف شده‌ای باشه، میتونه تشکل باشه اما افراد ذی‌نفوذ و افرادی که دارای اعتبار در داخل کشور هستن و یا میان مردم داخل کشور هستن، خود اون افراد هم میتونن در این ائتلاف شورای رهبری کارکردی قرار بگیرن و کار بکنن در این زمینه. بحث جدی دیگه‌ای که به نظرم اومد در پاسخشون وجود داشت، این اشاره به گذار متفاوتی که ما باهاش روبرو هستیم، اشاره به این که زمان دیگه زمان 57 نیست و ما نباید درگیر اشتباهات شورای انقلاب 57 باشیم. زمان فرق کرده، مردم متفاوت شدن، خواسته های مردم و ارتباطشون در از نظر رسانه‌ای مردم خیلی بروزتر هستن،
بنابراین ما نمیتونیم اون تجربه ها رو تعمیم بدیم به گذار دموکراتیک یا گذاری که قرار الان برای ایران اتفاق بیفته، بلکه ما با گذاری متفاوت روبرو هستیم، با مخاطبین، با مردم، با اتفاقهای جدید که باید بشینیم و برنامه ریزی کنیم و ایرادهای گذشته رو بگیریم و با توجه به وضعیت فعلی که وجود داره برنامه ریزی تشکیلاتی جدیدتر و متفاوتی که منطبق بر شرایط امروز ایران هست رو پیریزی بکنیم که در اون راستا بتونیم حرکت بکنیم. و فکر میکنم که ایشون در اشاره که برای من البته این اشارهشون جالب بود که به افرادی اشاره کردن که اینها میتونن به خودشون به طور فردی نقش اپوزیسیون داشته باشن، که من برام یک سوال در واقع ایجاد شد که ما نمیتونیم لزوماً به فردی که در یک مقطعی به واسطه بعضی از موقعیت‌ها و شعارهایی که داده در مردم، اونم در قشری از مردم، یک محبوبیت مقطعی داشته. من شخصا با این قسمت حرفاشو موافق نبودم که به اونها هم به عنوان اپوزیسیون نگاه بشه و شورای رهبری کارکردی توجه بشه. اشاره از خانم علی نژاد کردن که من خودم شخصا احساس میکنم که ایشون به عنوان یک خبرنگار کار خودشو داره انجام میده، اما اینکه بخواد در شورای رهبری کارکردی به عنوان یک اپوزیسیون فعال تعریف شده بهش نگاه بکنیم هنوز قابل تأمل و اندیشه است. من اینگونه فکر نمی کنم. این هستش که نقدم بر این تیکه از صحبت‌های آقای ویسی در این قسمت بود که افراد رو چگونه میتونیم وارد این شورای کارکردی بکنیم. سپاسگزارم، وقت رو به دیگر دوستان واگذار میکنم که بتونن بحث رو تکمیل بکنن. ممنونم. خانم قیاسفر، من میتونم یک سوال از خانم فرزاد بکنم؟ بله حتما، میشنویم صدای شما رو آقای دکتر. ببینید، من از روزی که آقای ویسی پیشنهاد کردش که تحت این عنوان در مجلس صحبت بکنه، من برام این کلمه کارکردی که ایشون یه کارکردی عرض کنم که یه خود ابهام انگیز بود. شما میتونید تعریفی از این بدید که مثلا یک شورای رهبری کارکردی با یک شورای رهبری عادی چه فرقی داره؟ بفرمایید خانم. من فکر میکنم که با توجه به اینکه این بحث کارکردی رو قبلا هم ایشون در جاهای متفاوتی ازش صحبت کردن، ایشون نظرشون از کارکردی در واقع این هستش که رهبری که برنامه داره، یعنی برنامه های گام به گام و سیاست گام به گام برای جلو بردن یک جریان تعریف شده در رهبری از گذار جمهوری اسلامی رو داره، که برای کارکرد منظورشون اینه که برنامه داشته باشه، برنامه‌ای که گام به گام بره جلو. به عنوان مثال اون برنامه هایی که خودشون بهش اشاره کردن، اینکه رهبر باید مقدمات عبور از جمهوری اسلامی رو شدنی تعریف بکنه، جریانها رو متحد بکنه، کم هزینه حرکت بکنه و حتی وظیفه کارکردی رو به عنوان یک مسیر کم خشونت و کم هزینه تعریف کردن رو به عنوان یک کارکرد مهم، یعنی همون ما میگیم کارکرد، یکی از کارکردهای مهم آموزش و پرورش جامعه پذیری دانش آموزان است. در واقع میخواد بگه که یکی از کارکردهای مهم این رهبری کاربردی این هست که مسیر گذار رو کم خشونت و کم هزینه تعریف بکنه. در واقع اون چه که ماحصل رفتار رهبری این شورای براندازی خواهد بود یا شورای انقلاب خواهد بود، این هستش که بتونه رفتار رهبریش به گونه‌ای باشه که
براندازی یا عبور کم خشونت و کم هزینه باشه، یا اینکه بعد از گذار بتونه با کمترین هزینه، حالا ایشون مد نظرش این بوده که نیروهای مسلح مثلا سر جای خودشون باشن، بخش دیوان سالاری لطمه‌ای نخوره، که بشه در واقع در کار کرده اون رهبری یک گذار آرام رو احساس کرد. من اینطوری از صحبتاشون برداشت کردم که بتونه حفظ ثبات و امنیت، حفظ یک پارچگی، آنچه که از رهبری یک شورای رهبری کار کردی حاصل می شود، همان عبور در واقع بدون خشونت، کم هزینه و هست برای در واقع اون رهبری. این تعریفی بوده که ایشون از کارکردهای رهبری کارکردی داشتن. من چون اطلاعی نداشتم واقعا که زمینه انتخاب این کلمه چیه، همش تو فکر بودم که منظورشو چیه، به خصوص تو زمینه کلمه های فرنگی که مثلا این کارکرد یعنی فانکشنال، عملی، پرکتیکال، نمیدونستم که منظور چیه. نه دقیقا اشارهشون به طور دقیق همین هستش، منظور از رهبری کار کردی عبور و گذاری که کم هزینه بدون خشونت و کمک به ثبات، امنیت و یک پارچگی کشور بکنه. این رو دقیقا بهش اشاره کردم. سپاسگزارم از شما. میشه من هم کوتاه یک چند ثانیه در این مورد بگم؟ در مورد واژه کار کردی؟ بله، که دکتر پرسیدن از خانم. بله حتما بفرمایید. مراتب اون چیزی که ایشون گفتن رو میگم و نگاه خودم رو به اون چیز، برداشت خودم رو هم اضافه میکنم. ببینید ایشون، اول من فکر میکنم کارکرد رو در برابر فانکشن میگذارن، یعنی یک فانکشنایی رو قائل هستن برای اون رهبری، اینکه بتونه مردم رو سه تا رو شمردن، اول اینکه بتونه مردم رو متحد کنه، دوم اینکه به همون مردم گذار رو شدنی و کم هزینه نشون بده، و بعد ذیل اون توضیح دادن که مثلا مثالای زدن که چه چیزهایی میتونه ذیل این قرار بگیره، و سوم هم یک فانکشن هایی رو برای پس از گذار قائل شدن. ایشون سه تا فانکشن رو به نظر من شمردن، یکی این که حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر در واقع حقوق شهروندی رو بتونن پایه‌ریزی بکنن، دومی که امنیت و ثبات رو به وجود بیارن، و سوم یک پارچگی ایران رو حفظ بکنن. من فکر کنم این فانکشن هایی که ایشون قائل شدن اینجوریه. البته من از جای دیگه هم شنیدم این گونه فانکشن هایی رو میشمارن، ولی خب مثلا برخی نظرهای دیگری هست، مثلا فکر میکنن از روز گذار و به مسک فروپاشی یا براندازی اتفاق میفته، تقسیمات مثلا دیگری من شنیدم که میکنن راجع به اینکه چگونه اون باید تقسیم بشه، چه فانکشن هایی رو باستی اون مجموعه ای که قراره مدیریت بکنه یا دولت موقت اگر در اون زمان اسمش رو بگذاریم این کار رو باید انجام بده. مرسی، سپاسگزارم از شما. من یه نکته رو بگم خانم. حتما بفهمید، خواهش میکنم. امروز یه خورده من دارم پرحرفی میکنم، ولی فکر میکنم که خیلی بزنگاه جالبی هستش، برای اینکه من کمتر دیدم که تو بحثایی که توی محافل سیاسی میشه تمرکز رو بگذارن رو مسئله آلترناتیف. همه در میرن از این مسئله، همه آخه ما ایرانی های ویژگی های داریم دیگه. مثلا یارو خیلی که بخواد تفکر کنه میگه من عضو هیچ گروه و دسته و نمیدونم چیزی نیستم، این تبدیل میشه به یه ارزش، در حالی که ملتی که نتونه عضو انتخاب بکنه بین گزینه های خودش و بره و کار سیاسی بکنه در زیر سقف یک حزب، خب یه ملت عاجز و درمونده‌ای محسوب میشه. این چه ارزشیه؟ مسئله فرار این که آقا ما آلترناتیو نیستیم، اینم خودش یک گرفتاری شده، همه خجالتی شدن، نمیدونم خودشون پنهان میکنن که نه ما نیست.
خود جنبش سکولار دموکراسی به این علت میگه که من آلترناتیو نیستم، که میخواد یک آلترناتیو فانکشنال یا کارکردی به وجود داشته باشه. جنبش سکولار دموکراسی جنبش عامیه که خطوط کلی کار رو مطرح میکنه و نگهبانی میکنه. ولی خب اون در واقع ما دنبال فاعل فعل براندازی و نمیدونم ایجاد دولت موقت و اداره دوران گذاره اینا هستیم دیگه. اون فاعله که بعد عرض کنم که آلترناتیو باشه، این خیلی مهمه. و من خوشحال بودم که در مهستان سکولار دموکراسی این تلاشی که ما کرده ایم که علارغم همه مقاومت هایی که میشه بحث آلترناتیو سازی و ضرورت آلترناتیو سازی رو مطرح بکنیم خیلی مهم بود. و به نظر من آقای اون تکه مهم حرفای هموند حزب ما آقای عباس دانش برهم این بود که گفتش که حتی ممکنه این قضیه دیر شده باشه، که این خودش به نظر من یک دری رو گشود به مسئله که بعد آقای ویسی بتونه توضیح بده که بله ممکنه دیر شده باشه. برای اینکه هیچ وقت وقتی که روند فروپاشی واقعی یا براندازی واقعی عرض کنم که اتفاق بیفته، اونجا دیگه فرصت به کار بردن روش های عاقلانه برای آلترناتیو رهبر دیگه وجود نداره. میدان میشه میدان هیجان‌آلود فرصت طلبان سیاسی، عوام فریبان سیاسی، که اونا بتونن بیان وسط و در خلاء یک رهبری عاقل و عرض کنم فکر کرده و برنامه دار این رو از دستشون برو باید. اینی که من خیلی خوشم آمد از این ماجرا و فکر میکنم که این یکی دیگه از پیروزی های جنبش سکولار دموکراسی هست. یعنی که از یک سو گفتمان سکولار دموکراسی الان آمده است جلوی صحنه. حتی خود آقای ویسی هم مرتب در سخنان خودش راجع به آلترناتیو سکولار دموکرات صحبت میکرد، نه آلترناتیو روح‌هوا یا نمیدونم مجاهدین، نمیدونم چپ کمونیستی ملی مذهبی. حرفی همش تمرکز روی این قضیه بود. و این که حالا ما وصل بکنیم گفتمان سکولار دموکراسی رو به فاعل این فعل، به نظر من مرحله بسیار مهمیه که ایجاب میکنه. من پیشنهاد میکنم به حزبمون که واقعا یه مقدار روی این قضیه تمرکز بکنیم. ما وقتی که مرامنامه حزب خودمون رو مینوشتیم، توجه دقیق ما راجب این بود. ما راجب آیندهی صحبت میکردیم که در اون آینده یک حکومت سکولار مستقر شده در ایران و حالا داره مسائل مختلف رو حل و فصل میکنه و برای هر کدوم از مشکلات عمده مملکت ما راه حل میخواد ادامه بده. حالا این راه حل تو مرامنامه ما حالت کلی تری داره، ولی ما میتونیم این رو در تجربه و در برخورد با مسائل روز دقیق ترش بکنیم و با عینک مرامنامه خودمون نگاه بکنیم به مسائل و ببینیم که ما چه پیشنهادی رو میتونیم بدیم. به هر حال من در مجموع فکر میکنم که جلسه مفیدی بود در مهستان و تکه مفیدی بود این تکه‌ای که گفتگوی بین آقای عباس آقای ما و آقای عرض کنم که ویسی پیش آمد. مرسی. و اما نفر بعد آقای افشین بابازاده، بفهمید خواهش میکنم، وقت در اختیار شماست. سلام به دوستان و بینندگان و شنوندگان این پادکست. من فکر کنم پرسشی که آقای دانشور داشتن بسیار پرسش مهمی بود، ولی سخنگوی دیروز باید میگفتن که به اصطلاح فهرست آرزوهای من چی هست، تا بگن که جواب این مسئله اینطوری هستش که یک شورای کارکرد یا کارکرد داشته باشه و غیره. چون که ببینین، اگر مثلا فکر کنین 10-15 سال قبل از اون هرج و مرج 57
از یک روشن فکر ایرانی جامعه شناس اینو سوال میکردن آیا امکان داره که پس از انقلاب مشروطه یک اتفاق بیفته و یک حکومت مشروعه بیاد سر کار به جای این حکومت پهلوی؟ به طور قطع میگفت خیر، امکان نداره. پس در این صورت این که چه در آینده اتفاق میفته راستش زیاد قابل پیش بینی است. موقع قابل پیش بینی که شما براش آمادگی دارید و آگاهی دارید. ایشون آرزوهای خودشون رو گفتن. امروز شما از هر ایرانی بپرسین که فکر میکنین چگونه از دست این حکومت میخواین خلاص بشین و چه حکومتی دوست دارین، آرزوهاشو برای شما میگه. میگه دوست دارم اینا بدون هزینه بحثاشون جمع کنن و از این مملکت برن و هرچی هم پول برداشتن نوششونشون ببرن، ولی برن از شر این مردم، از شر اینا خلاص بشن، یک حکومتی درست بشه که به فکر آزادی مردم باشه، رفاه مردم باشه، به فکر آسایش و صلح برای مملکت باشه و غیره. یعنی این یک آرزوی هر ایرانی است که ازش سوال کنیم به همین سادگی این آرزوشو مطرح میکنه. ولی میگه این برنامه ای هست، شما نمیدونید که چنین کار کردی هست، کار کردی وجود نداره. شورای انقلاب که میشون بهشون ایشون میگن نخواهد اونطور بود، ولی در پاسخ چی میگن؟ میگن بیایم این اپوزیسیون رو و گروه ها رو برابرد کنیم ببینیم که چی هن چی نیستن. بعضی این اپوزیسیون رو خب این که شما از بالا داری نگاه میکنی، خود این شورای انقلابیه دیگه، از بالا داری نگاه میکنی بقیه. بعد شما از کجا میدونین که کدوم گروه 2 نفرن، کدوم گروه 300 نفرن، کدوم 10000 نفرن؟ کسی نمیدونه، شما که نمیدونی. اگه میدونین باید آمارشو بدین، شما خبر نداریم از گروه های دیگه. حتی گروه اگه فکر کنین فقط ما 3 نفرشون میبینیم، ما کجا میدونیم 3 نفرن؟ شاید 300000 نفر پشترشون طرفدار دارن، دیگه نمیدونیم واقعا. پس این حرفم یه ذره حرف غیر منطقیه به نظر من، از نظر علوم سیاسی، از نظر کار سیاسی. نکته دیگه که از من جالبه اگه فراموش نکرده باشم این هستش که این مسئله همین کار کرد. خب این کار کرد و چی میخواد تعیین بکنه که کار کردی هست یا نیست؟ و اولی نکته دیگه که ایشون اشاره کردن چی؟ بله، اگر رهبری نباشه و غیره، که باز همه اینا فرض یک فکر به اصطلاح سوبجکتیوه، یعنی یه نفر اینطوری فکر میکنه، هیچ اعتباری نداره این حرف. یه نفر شما تو خیابون بگیری و میگه آره آقا اگه کسی نباشه مملکت دستی مش دزد و قاطق اونطوری بیفته، همچین هم نیستش. در حال حاضر تنها گروه خطرناکی که به نظر من پشت این در نشسته و اتفاقا خیلی هم فعاله، بسیاری از سیاستمدارای دستراستی و آدمای عجیب و غریب کنگره آمریکا و اروپا رو، این دستراستی ترین حتی فاشیستای اروپایی رو پشت خودش، فاشیستای اسپانیایی پشت خودش نگه داشته و به حمایت خودش داره جلب میکنه، مجاهدین هستن. شما چرا فرار میکنیم از این موضوع که یک گروهی به این خطرناکی به کمتر از خطر خمینی مانند نیستن؟ اینا پشت در نشستن. چرا فکر میکنه که یک لاتی از سر را پیدا میشه و در میون مردم رهبر میشه و رهبری در دستش میگیره؟ هم چیزی نخواهد بود. اینا فعلا پشت در نشستن و خودشون آماده دارن میکنن. پس در این صورت اینا همش ماها راجع به آرزوهای این تحلیلگر رو داریم برخورد میکنیم. این آرزوی این آدم هستش، مثل هر آرزوی دیگه ای که خیلی از ایرانی‌ها دارن، چگونه حکومت بره بدون هزینه، بره بدون فلان، بره خرج نشه فلان. اینا همه کی نمیخواد اینو؟ ولی اینا هیچ کدوم تحلیل نیست، تجزیه تحلیل هم میشه بسیار گذاشت. یه سری خواسته های آدمیه که میگم هر آدمی تو ایران احتمالاً بی هزینه تر از این هم حتی میخواد این حکومت بره. اگه نبود که مردم میخواد در آرامش، در صلح نمیخواستن با اینا برخورد بکنن. اونا میزنن مردم فقط بهشون میگن بی شرف. یعنی بیشترین شعاری که مردم دارن بهشون میدن میگن بهشون بی شرف. پس این مردم کم هزینه میخوان همه چیز دیگه، چون رهبری نیستش یا هر چیز نیست، هر چی اسمش باید بذاریم. به این خاطر من فکرم این ایشون بهتر بود که میگفت که من پاسخی ندارم، ولی آرزوی من هست که به این صورت باشه. و من فکرم هر کسی میگه بله باید اینطوری باشه اونطوری باشه، یعنی که برنامه ای نداره دوستان، یعنی واقعا برنامه ای نداره که چگونه خواهد بود. من نمیتونم تصمیم بگیرم که گروه های دیگه کدوم هستن کدوم نیستن، کدوم 57 هستن و نمیتونن دیگه باشن کدوم هستن، هم چیزی نیستش. 57 ترین گروه سیاسی که مجاهدین باشن پشت در نشستن دوستان. این خطری است که باید حواستون باشه. این نیست که باید کسانی که آگاهی سیاسی دارن مثل ایشون و اطلاعات سیاسی دارن، مطالعه کردن، دکترا گرفتن در این زمینه و به احتمال زیاد اطلاعاتش هم خیلی وسیع هست در مورد مسائل ایران و اتفاقاتی افتاده، باید اینا رو ببینن و مردم این اخطار رو بدیم. ما باید این هشدارا رو به مردم بدیم که حواستون باشه
در این بی‌ساب بودن مملکت، این خطرها پشت این دروازه ها هست و این هستش که اینا نشستن و کمین کردن برای گرفتن قدرت به هر قیمتی، به هر قیمتی. دوستان، مجاهدین خلق در اسپانیا فاشیست ترین گروه ها رو به خودشون جذب کردن، جلب کردن و در کنفرانسشون دعوت میکنن. جنگ طلب ترین آدم ها رو از آمریکا جمع میکنن، میبرن تو کنگرهاشون، بهشون 50,000 دلار میده برشون حرف بزنه، برشون اعتبار بیاره. و در از انگلیس خطرناک ترین سیاستمداری که تو انگلیس براشون اصلا پشه قائل کسی نیست، اینا میبرن تو کنگرهاشون که مطلبشون میدونن این آدما به هر حال جاهای دیگه صدایی دارن، حرفی دارن بزنن، برای خودشون اعتبار درست بکنن. و این من فکر کنم اهمیت داره که ما تمام این جنبه ها رو ببینیم و قبول کنیم که برنامه‌ای نداریم. چرا برنامه نداریم؟ چون اپوزیشن آلترناتیوی ساخته نشده تا بتونه فکرشو جمع و جور بکنه، اداره بکنه، بتونه مطرح کنه و جواب خواسته های مردم بده. و اون چیزی که امروز مطرحه، حالا اینکه 40 سال دیر شده یا نه، معلومه که دیر شده دوستان. 40 سال یک مملکت بود دفته. شما از کجا می‌دونید همین امروز اگر لیبی، فکر کنید، فقط تصور کنید اگر قذافی که بدون اینکه حتی پلتفرم لانچ داشته باشه برای پرت کردن موشک‌هاش، رفته 2-3 تا موشک اتمی خریده بوده از اروپای شرقی، جمهوری اسلامی حتما خریده، یعنی شک نکنید، فقط اون نمی‌خواد بکنه. جمهوری اسلامی فردا ایران بره به طرف اتمی شدن، اون موقع خطرناکه. و الان ما در اون مرحله خطرناک، الان 20 سال در اون مرحله خطرناک هستیم. فقط اینکه جهان فعلا جلوش واسطه و جلوش گرفته. اگر جهان جلوش نگیر واژن استفاده بود، اگر این تحریم های دوران اوباما و بعد پس از اوباما با این شدت نبود، بله این دیر شدن زودتر به سراغ ما می اومد. ولی اینکه دیر شده، دیر شده، دو نسل از بین رفته. بیش از 4-7 میلیون تحصیل کرده ترین مردم ایران از ایران فرار کردن. اینا سرمایه است، اینا چی میخوان دیر بشه؟ مسئله دیر شدن اصلا مطرح نیست که بگیم دیر شده یا دیر نیست. مسئله هستش که چه اقدامی قراره بشه برای ساختن یک آلترناتیو. این هستش. و اگر جوابی نداری بهتر بگید نمیدونم، و اون چیزی که من میگم فقط آرزوهای من هستش، مثل هر ایرانی دیگه. من فکر کنم این مشکل پاسخ ایشون بود و مشکل پاسخی که خیلی از سیاستمداران فعال سیاسی در این حوزه وقتی ازشون پرسش میشه این گونه برخورد میکنن. و بیشتر از اینکه مردمو گیج بکنن، چیزی که نیستش، چون واقعا هیچ کدوم پاسخ دقیق و چیش میگن مستحقی که مردم بهش رجوع بکنن و ازش پاسخ، ازش جوابی بگیرن نداره. و این تأسف آوره واقعا که ما باید صادقانه تر نسبت به این پاسخ ها جواب بدیم وقتی نداریم. و من مطمئنم چون اگه داشتیم تا حالا تشکیل داده بودن، اگه داشتیم خود ایشون و دوستانشون یک آلترناتیو جدی ساخته بودن. وقتی نساختی پس نداریم، پس نداری باید بگی چیکار باید بکنی که بسازیمش. و من نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که تنها تصویری که از پس از سقوط جمهوری اسلامی به نظر من از آینده ایران، یک تصویری که از آرزو دور نیست، یعنی آرزو نیست، یک تصویر سیاسی جدی داده شده در مرامنامه همین حزب ماست که مطرح میکنه که ما برای اینکه بتونیم یک جامعه رو بتونیم انتقال بدیم به یک سوی دیگه که متفاوت باشه از اون چه که امروز داریم، یک حکومت سکولار دموکرات، نظام سکولار دموکرات که در اون نظام بسیاری مذهب، همه مذهب‌ها، ایدئولوژی و همه غیره ازش حفاظت میشه، همه ازشون یعنی حق و حقوقی خواهند داشت، مردم از هر قشر و چه میدونم مذهب و دین و ایمانی باشن و بدون ایمان باشن در اون حکومت ازشون از حقشون دفاع میشه. این تصویر است که این حزب داده. باید دید که بقیه چه تصویری از آینده ایران دارن. من نمیگم بقیه ندارن، ولی به نظر میاد تا این آلترناتیو ساخته نشه این تصویر شفافتر برای مردم ایران مطرح بشه. متشکرم. سپاسگزارم. خب صحبت‌های انتقادی آقای افشین بابازاده رو شنیدیم. آقای ابتهی شما وقت گرفتید، بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم از شما. اشکان من کوتاه عرض میکنم. یکی این که خب اول این تلنگری که ایشون میزنن به اپوزیسیون این خیلی اهمیت داره. این که میگن دیر شده، شاید همین الان هم دیر شده، این نباید دست کم گرفت. این که آرزوهایی رو بیان میکنن به قول جناب بابازاده، خب آرزوهای خوبی است، آرزوهایی است که خب همینجوری که گفتن همه ما هم داریم. ولی چرا نمیشه برنامه
داد نه تنهایشون، خیلی ها نمیتونن الان برنامه رو بدن. دلیلش اینه که البته نمیدونم جناب ویسی، خب روز یه روزنامه‌نگار هستم، من نمیدونم واقعا ایشون به عنوان یک فعال سیاسی برانداز هم هستن. من این رو واقعا نمیدونم، ولی میدونم که روزنامه‌نگار هستن و چقدر باید از ایشون توقع داشت که ایشون مثلا برنامه داشته باشه. شخصیت های سیاسی، گروه های سیاسی، اعضا، توان این گروه ها در همکاری با همدیگه است که تعیین میکنه آیا میشه برنامه ای داد یا نه. ببین ما یک مرامنامه داریم که خیلی هم فکر میکنیم مرامنامه خوبیست، پیش روست، ولی زمانی به کار میاد واقعا که ما تونسته باشیم اون چارچوب دموکراتیک در ایران رو ساخته باشیم. الان مشکلی که الان رو دست ملت ایران هست چیز دیگری است و این نیاز داره که احزابی مثل ما و سازمان‌های سیاسی دیگه بتونن با هم کار بکنن که اون در واقع آلترناتیوی رو به وجود بیارن که لازمه در واقع این گذار هست. اعتماد مردم رو به دست آوردن، اون در واقع وقتی که این حکومت کاملا پایین میاد، چه از طریق فروپاشی چه براندازی، کارهایی که نیاز روزانه زندگی مردم به اونها بستگی داره اونها رو زمین نمونه. این نیازهای واقعی است که این چرخ اقتصاد در حدی به چرخه که مردم گرسنه نباشن، اون نون برسه به دست مردم. مثلا حالا من این خیلی خلاصه عرض میکنم، ولی کارهایی هست که واقعا نیاز هست که یک لحظه هم تعطیل نشه. اینها هست اون تشکیلاتی که آلترناتیو خواهد شد، بایستی به مردم نشون بده، این اعتماد بده که ما اینها رو انجام میدیم و در این حال از این اعتماد شما سوء استفاده نخواهیم کرد که اون بالا بمونیم و دیگه حکومت رو به شما بر نگردونیم. از این نظر چه کسی میتونه تضمین بده یا چه کسی میتونه برنامه بده پیش از این که بتونه، بدون اینکه این نیروهایی که وجود دارن آیا میتونن با هم کار کنن یا نه؟ یعنی این تلنگری که به اپوزیسیون زده میشه که دیر شده به اینه که آقایون خانم ها بجنبید، این مملکت داره از بین میره و باید بتونید با هم کار کنید اگر میخواید نجات بدید واقعا. من از این نظر فکر میکنم خیلی مهمه این صحبت تکرارش. متشکرم.